هویت یه چیزی که هویت برام داشته باشه خیلی مهمه و مثلا میتونم بگم که مثلا حالا خیلی حالا ژانر دیگه خیلی پاپولاری که حالا ما خودمون هم داریم بر من مثلا ممکنه هست ماشین چینی که الان زیاد نه. شده رو میده مثلا خیلی ولی کوالیتی و شاید کیفیت مثلا یا هویت نه مثلا من یه ماشینه مینام اصلا نمیدونم چی هست اصلا از کجا اون یه هو مثلا الان مثلا یه پیکان مثلا در تمیز بدن راحت تری یا یه چینی شاسی باقی. من بابام پیکان جوانان داره خیلی دوستش دارم <تصح> <تصح> صفر صفر انا خیلی هم حال میکنم باشه خب دیگه ولی <تصح> <آنه اینه تصح> ولی اون یه چیز کار را بندازه هم سر و شکلش خوبه هم مثلا همه میتونن ازش استفاده کنن هم راحت میتونن بخرنش احتمالا الان که نمیدونم با این وضعیت میتونن همه بخرن یا نه ولی ولی در نهایت خیلی نسبت به مثلا یه ماشین خارجی خیلی ارزون تره دیگه <تصفیح> 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 این ای موزیه داست آپ هم در نهایت یارو میخواد تو ماشینش چیزی پخشه نمیدونم میزن رادیو جوانی چیزی همین ولی اینا ارزشی نداره به نظر حال موسیقی سلام امین تایری اینجاست نوازنده درامز دیگه سبکه مختلف راک جز پاپ همه چی زده و تلفیقی کلی گروه تلفیقی و فکر کنم که برکارترین درام را ایران بوده و هست امروز بخوایم گپ بزنیم یه ذره هم فعالیت های خودش رو مرور میکنیم و هم یکم نظراتش در مورد موسیقی ایران خوش اومدیم سلام میکنم سیامک جون به خودت و کادانس خب از کجا شروع کنم از اول اول که چجوری فهمیدم شروع شده میخوام اصلا قبل از این که بریم توی این ماجرا یه سوال یه ذره کلی تری ازت بپرسم در مورد موسیقی ایران تو فکر کنم دیگه تقریبا با همه ژانر و با همه فیلدا کار کردی اون چیزی که شاید تو همه این سالها یه چیزی که میخوای بگی که به نظر یه باگی وجود داره یا یه مشکلی وجود داشته یا میشه گفتش که یه چیزی که آزارت داده باشه توی وضعیت موسیقی ایران وضعیت نه مربوط به دولت و سیستم و اونا چون اونا که همه چیشون آزار دهند است ولی این طرف اون چیزی که تو کار گروهی یا مثلا مخاطب یا همه چیزای ای این شکلی که به خودتون به موزیک به شنیدن موزیک و به موزیک کار کردن مربوطه میخوام ببینم که یه چیزی که به نظرت شاید نباشه حالت بهتر میشه چیه خب اولین چیزی که من فکر میکنم خیلی دوست داشتم بگم این که به موزیک اینسترومنتال کلا خب خیلی کمتر بها داده میشه و بیشتر خب وکال مفر که اونم خب طبیعیه فکر کنم به خاطر که همه جور دنیا اینجوری مخاطبای بیشتری داره ولی من همیشه یادم بود فکر آخرین اجرای ما هم که اومدید تو را با ما اجرا داشتیم صحبتم این بود که خب خیلی از دوستان و آشنایان میان میگن که چرا اجرا نمیذارین چرا کنسرت نمیذارین حالا از قدیم فیسبوک بود که یه گوینگ نات گوینگ و اینا میزد ولی به حال به هر دلیلی حالا ما تو اینستاگرام و فضای مجازی پوستر میذاریم عکس میذاریم فکر میکنم مثلا با این همه مثلا من میگم ش... من من انقدر فالوور دارم اون مثلا خیلی بچه ها پخش میکنن همه میگن تو رو خدا بذارین اجرا بذارین دلمون تنگ شده و تای تایش اجرا میذارین 50 نفرم نمیان و این خیلی برای من ناراحت کننده است یعنی اولین چیزی که منو ناراحت میکنه این که اه خیلی اه بخش مالی وقتی که وارد موزیک میشه خود به خود نوازنده ها و آرتیست ها هم که حق هم دارن به خاطر شرایط مالی میرن اون سمت و کمتر بها داده میشه به اون موزیک اینسترومنتال من یادم قبل از این اینستاگرام و چه میدونم حتی فکر کنم یادم اسمارت فونم تازه اونقدر دست مردم نبود خودمون پوستر پخش میکردیم یعنی من یادم مثلا سر کنسرت قبلیمون با ماهان و مثلا کنسرت آبرنگ یا هر اجرای دیگه مثلا تراکس می رفتیم کافه عکس داری نوش اینجا می رفتیم پخش یه عشقی داشت یه سفاری داشت مثلا کافه شوکا می رفتیم اونجا مثلا تراکس می دادیم و مثلا سه شب اجرا مثلا ما پر می شد تو فرنسر هر از ولی اصلا یه جای نوت نفر 100 نفرم خیلی به زور پر میشه مثلا حالا نمیدونم شاید تعداد گروه ها و بچه ها فعالان موسیقی زیاد شده این آره این که صد در, صد در صد... یکی از زلایلش یعنی من فکر کنم که جمعیت هم زیاد آره اون موقعی که آخه شما این وضعیت بود که حالا مثلا به بیلیت بیلید میفروخت نوش بیلیت میفروخت یا مثلا چیزای اینجوری میشه گفت اون قشر هنری تو همون کافه عکس و نمیدونم کافه پراگ و کافه شوکا و اینا میچرخیدن خیلی سرین اتفاق میافتاد یعنی دایره آدمایی که می اومدن محدود بود ولی همشون تارگت شده یه جا بودن دقیقا. این تو به اون اونجا که اعلام می کردی دیگه تموم بودی یعنی می گفتی کسی که میان به تقریبا احتمال مثلا خیلی هاشون میان کنسرت کسی که میرفتن شوکا کسی که میرفتن حالا کافایی اینجوری حالا خیلی کافه بوده من،, من مثلا موقع تهران زندگی نمی کردم ولی میدونم که بوده و خب سریع این اتفاق می افتد. یعنی تارگت شده می زد این مخاطب و اینجوری نبود که یه پست میذاری تو اینستاگرام یکی اومده حتی درام زیاد بگیره یکی دیده که باحال زدی یکی دیده با اون پاپ استاره زدی اومده اینستاگرام انقدر این دانسی تش پایینه انقدر این چگالیش کمه انقدر انگار آب بستی تو اون مخاطبه یعنی مثلا چه میدونم بیاد استوری میذاری به جای تو مثلا چه میدونم 10000 تا اگه فالوور داری یا آدمی یه استوری میذاره مثلا هزار نفر اگه نگاه میکنن خیلی چیز زیادیه تازه الان یعنی یا یک ده هزار نفر مخاطبم اومدن استوری نگاه کردن و این چیز مثلا یعنی نشون میده که مخاطبت آب رفته توش دیگه میدونی درست می علکی اون عدده معلوم نیست برای چی آره داره تو رو فالو میکنه اصلا. ولی از اون ور اون چیز هنریه که مثلا می اومدن اجرای شما الان صد تا اجرای دیگه هم دارن که ببینن اون تعدادش انگار اونقدر رشد نکرده به تعداد گروه ها رشد کرده دقیقا مخاطبه همونان فقط مخاطبه دقیقا دقیقا موزیسیان ها حالا بنده مختلف بیشتر شدن که این حالا البته خیلی من از نظر من خیلی بهتره به نظرم موزیسین خیلی خوب و با اومدن و من بچه ها رو میبینم کیف میکنم خودم کلی ازشون یاد میگیرم ولی همین دیگه حالا اونا هم همینن من فکر کنم اونا هم مثلا تحت ته توی کافه و چه میدونم یه جای مثلا 90 نفره بلاک باکس مثلا 100 نفره اجرا برن دیگه. خب آره همینجوری حالا یه گروه مثلا شاید یه بیشتر میفروشن پاپیلار تر میشه کارشون یا حتی اگه مثلا اینسترومنتال هم هستن الان یادم نمیاد ولی هستن گروه هایی که مثلا بازم اینسترومنتال و مثلا جایی و اینا ولی خب بیشتر میفروشن مثلا چه میدونم حالا ژانره مثلا شاید فرق کرده. و جانر مثلا باز پاپیلار تر اه. دیگه مثلا بچه که پوست راک میزنن یا مثلا متال میزنن باز پاپولارتره از چیزی خب که آره. شد جاز و اینا آره ای اونا حتی بی کلامشون باز بیشتر, بیشتر. میشوش منطقیه ولی این به نظرت مشکل چیه مشکل اینه که مخاطبه زیاد نشده مشکل اینه که یعنی باید مخاطب یه جوری زیاد کرد مشکل اینه که گروه ها بی خود یعنی بدون اینکه نیاز باشه زیاد شدن یا من فکر کنم که چیه این با باگش که تو اه... من حالا نمیدونم واقعا موضوع چیه حالا شاید تبلیغات شاید مثلا ما خودمون مشکل تبلیغاتی داریم مثلا یا فقط صرفا آدم میان حرف میزنن میگن اجرا بذار و خب از مشکلات و درد سره پشتش خبر ندارن تو با چه مثلا مشقتی میری تمرین میکنی پول میدی مثلا ستودیو میگیری چون مثلا های مثلا جانرایی که حالا اینسترومنتال uh, و ما ها کار میکنیم حالا جدا از مثلا سنف پاپ و اینا uh, خب تو خودت بعد حسینت رو پرداخت کنی دیگه مثلا ما با نایما یا با در واقع بنده دیگه حالا کار میکنم که هم همشون اکثرشون اینسترومنتالن مثلا استودیو خیم کاری کنیم همون دنگ خودمون رو میذاریم آخرش هم همه اندازه برمیداریم همه هم یه اندازه برمیداریم آره، بر مثلا آهنگساز حالا مثلا طرف آهنگساز تنظیم کننده است میگه آقا منم هم شما برمیدارم بر بر. فرقی نداره که این بچرخه داستانم که اصلا یکی از این که اصلا دلخور نشه ولی تایی تایش خب سخت اسپانسری مثلا میاد که مثلا موزیک این شکلی رو بهش حمایت کنه اینا. بعدم که قسمت دومش که گفتید یه خورده مثلا مشکل مشکل مثلا خب یه موقعی هم تو توی بند به عنوان درامر من دارم میگم که یه خورده درامر توی یه بند خیلی رکن مهمی داره در واقع موتور بند و و در نبود شف میوزیشن را رهبر کاملا لیدر لید میکنه بندو حالا چون مثلا حالا هر کی سولو میزنه یا ایمپرووایز میکنه درامر در واقع با همه در پای میکنه جزء الهی جایی که اصلا نباشه و اینکه من حالا سر یه موقعی دست خیلی آدما میان مثلا صحبت میکنن که موزه تو کم زیاده حالا یا طبیعتا درامر باید نسبت به میزیشن دیگه یه درصدی هزینش بیشتر باشه به خاطر اینکه همه میگن خب نه ساز تو سنگینه ساز تو زیاده نه کل کل پکیجه درامر اولی نفریه که میاد بعد نیم ساعت تا یه ساعت وارد سالن بشه که اون طبق برنامه ریزی اینه که توی ایران اصلا این خیلی قانون عجیب غریبه مثلا یه دفعه یه ساعت طبق اون گفته میایی وارد میشه این هیچ کس نیست حالا نه صدا بردار از نه مسئول سالن از اینا که بمانند ولی حالا تایتش ما میگیم یه ساعت زودتر میاد از همه دیرتر میره با اینکه مثلا خیلی قلب بنده ولی خب نه کسی اول میبینتش موقعی هم که مثلا میخواد جمع کنه من مثلا تجهیزاتشو آخر اصلا من همه, رفتن. همه رفتن حتی موزیسین هم رفتن همه حالا میگه خدافز 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 میری تو میمونی و سازت حالا من که تکنسیانی داشته باشی که کمکت کنه این یه بخششه که هزینه بر... هزینه درامر بیشتره بخشه ساوندچک درامزه درامز ساوندچکش از همه اینسترومنت ها سختره واقعا و خب اینکه حالا یه پوزتیو اتیتیودی داشته باشه درامر که این اینا خب ممکنه منم این باگا داشته باشم فکر نکنم من خیلی تو همه چیز چیزا مثلا اوکی بودم اینا مثلا منم کم داشتم نارو دیر اومدی بعدم ناراحتی ایجاد کردم ولی یه چیز بیسیک یه چیز کلی استاندارد برای میوزیشن درامر اینه که تو هم و این سین درامر ها که اگه مستحکم شو و این اتفاق بیفته من به نظر من یه خورده تکلیف توی این شرایط معلومه اینم یه خورده مثلا منو مثلا به فکر میندازه خب چرا اینجوریه <applause> مثلا یه موقع میگم خب ای بابا من هی باید بیام سر این داستان در واقع بس کنیم چونه, چونه بزنم بعد تای تایش میگه خب با این که اینجوری میگه برم سراغه میزیشنی که مثلا حالا جو که حالا کارم را میندازه <applause> این همیشه بازم در نهایت به حرف توجه نمیشه کنار گذاشته آره دیگه میشه. ممکنه چون دغدغه من فکر کنم دغدغه فقط منم نباشه دغدغه اکثر درامرها باشه که حالا من الان دارم حرفشو میزنم یعنی با درامرایی که در واقع هم تجربه منم صحبت کنیم فکر کنم تقریبا تا حدودی این نظرشون باشه جالب مرسی حالا این در مورد ببخشید اینکه در مورد اینکه دست موضوع اینا نمیدونم من واقعیت که آره در کجای در, در جای دیگه جهان چه جوریه ولی حداقلش اینه که کمتر نباید باشه دیگه یعنی فکر یعنی این اتفاق اینجوری هم میفته خیلی وقتا که آه مثلا توی نوازنده ای دیگه حالا مثلا بیا آره, رو می‌خوایم بزنیم آره اینجوری حالا یه چیز دیگه هم. تو خیلی با آدم های زیادی کار کردی و من خودم مثلا تقریبا میشه گفت کارم این روابط عمومی باید داشته باشم مثلا قبلا که اصلا کارم این بوده دیگه روابط عمومی بودم ولی تو به عنوان یک درامر که محمولا درامر آدم هایی که تو بیشتر چیزن و درونگراترن این به نظر میرسه که اونقدر اسپاتلایت روشون نیست و خیلی تو و اینا چجوری میتونی با این همه آدم در ارتباط باشی کار کنی و این همه پروژه رو چجوری میپذیری منظورم در واقع اینه که چجوریه که با همه اینقدر راحت کار میکنی هم با سبکا و یعنی دلش اون چه ویژگی در توی که اینو ایجاد میکنه آیا یه چیزی حس و حالته یا یعنی اینکه نه واقعا مثلا به پولش نیاز داری هم. یعنی به خاطر اینه که انقدر با آدم های مختلف کار کردی ولی مثلا اگه پول داشتی چه میدونم مثلا ممکن اون نصف اینا رو انجام ندی اینو میخوام میدونم که چیه در تو ببین خب من فکر کنم موز... حالا موزیک ژانر پاپ و در واقع ژانر دیگه راک هم حتی کار کردم ولی حالا باز اونم برای خودم سلک شده است یعنی مثلا حالا بعدا راجرش هم صحبت کنیم حالا یه دیسکوگرافی بگم که با کیا کار کردم ولی من فکر میکنم من خیلی روابط اجتماعی و دوست دارم حتی گالری گردی دوست دارم مثلا کافه کافه رو دوست دارم یه دفعه تو کافه یه مثلا یه آیه نویسنده رو میبینم یه مثلا شاعر رو میبینم یکی دو از بچه موزیسین رو میبینم باشه معاشرت میکنم چهار تا چیز یاد میگیرم تو گالری ها میرم از بچه تجسمی که بچه تجسمی واقعا چیزن خیلی پختن خیلی اطلاعات دارن من فکر میکنم یعنی اینش برای من خیلی جذابه و باهاشون حرف میزنی یا تو جمع باشه میشینی کلی چیز یاد میگیری اعتراض که موتوریه آره آها گفته نه حالا <applause> من من حالا با ادیشن که مثلا و برخواست کردم واقعا خیلی کلی چیز ازشون یاد آه. گرفتم بر... خیلی جذاب جمعشون به هر کلی دیتا رد و بدل میشه آفرین این این حالا یه بخش دیگه هم من فکر کنم آدم شاید نمیدونم مهربونی باشم نمیدونم ولی هم دوست دارم بچه ها رو مثلا همه بچه که باشون کار کردم واقعا دوست داشتم حالا این نظرات و انتقادات و پیشنهادات که همه میتونن راجع به همه یه انتقادی بدن مثلا حالا در مورد حالا شیوه کار و فالا ولی واقعا من با بندایی که تا الان کار کردم باشون همه دوست داشتم و همه کارشون باحال بوده و و کلی هم یاد گرفتم مثلا با بچه بندری کار کردم مثلا کلی من خیلی بندر عباس و قشم و اینجا نرفتم که بعد خیلی از بچه ها یاد گرفتم که مثلا اینا بندری رو اینجوری باید ببینی اینجوری باید بزنی فرمش اینه حال و هواش اینه بعد دیگه حالا ژانر دیگه جاز خودم که حالا خب سالها از میگی مثلا به خاطر پول نبوده ع... یعنی غالب این همکاری ها به خاطر پول نبوده ببین از او... خب ببین نمیگم که حالا پاپ و م... کار ندارم آدم پاپ میزنه معمولا به خاطر پول میزنه دیگه موزیک باورت پاپ. نمیشه من حاضرم مثلا حاضر بودم که این با نایما یا آبرنگی که بچه حالا از هم در جدا شدیم با رفتن ماهان چون ماهان یکی از کلیدا بود که رفت برد. واقعا اصلا همه چی پاشید اصلا حاضر بودم خیلی چیزا رو به عهده بگیرم ولی یه خورده همکاری از همه بچه‌ها هم داشته باشم که حالا اگه تمرین آقا حالا یه،, یه, بار مثلا من با اینکه حالا پولدار که نیستم که مثلا جایی هم که با هزار تا بند پاپ هم نزدن. ولی چون دوست دارم اون باشه یعنی حذف نشه از جامعه موزیک تمام تلاش هم میکردم که باشه خب این این بر من از خیلی چیزا مهمتر چون موقعی هم که وارد اصلا موزیک شدم یا خودم یا بچه دیگه هم در واقع هم دوره من خیلی در بند پولش نبودیم معمولا آخه بچه پولدار بودین یعنی در بند پول نبودین معلومه نه تو نه من بچه میگم تو رو نمیگم ولی کلا توی <تصفح> اون بز... شرایط اجتماعی مثلا دهه شست این معمولا دهه شست مثلا حالا اواخر شست یه سری از این آدم شروع کردن موزیک یاد گرفتن هفتاد و دیگه هشتاد داشتن رو سحنه می زدن اون موقع از این کی میتونست گیتار الکتریک بخره کی میتونست درامز بخری؟ بخره نه اکثرشون بچه پولدار بودن اگه من بهت بگم چی من درامز گرفتم درامز من این صحنه رو میگم این صحنه موزیک آلترنیتیو حالا در معنای راک و جز و فیوژن و الکترونیک و همه این ها و اینا اکثرا قشن ونک به بالا حالا بودن دیگه من اینجوری میگیم مثلا بالای متوسط بودن که میتونستن مثلا میتونست تو دهه مثلا هفت هفته دهه هفته گیتار الکتریک بخره این, این بوده ولی منظورم من بیشتر بود که پس پول علمان اصلی همکاری تو المان اصلی حتی نمیگم میخوام بگم که ببین حال حاضر رو داری میگی یا مال اون موقع کلا همیشت یعنی نوع... ببین به هر حال تو وقتی که با بندای جدا از مثلا سنف سنفی که خود دوست داری مثلا اینسترومنتالی که داری کار میکنی حالا حالا جاز و ایناس اون چیزی که بیشتر علاقه داری به هر حال تو به خاطر قضیه مالی میری ولی خب با اون بندایی که باشونم حتی الان دارم در واقع قضیه مالی موکی میکنم دوستشون دارم یعنی خیلی نرفتم به سمت دیگه ای که حالا شاید سلیغم نیست میدونی مثلا مدت که مثلا حالا با پالت کار کردم با میلاد کار کردم با هیدو با همشون مخاطبای خودشون رو دارن خب قضیه مالیم هم اوکی میشد و اینکه با موزیک هم حال میکردن دوستشون داشتن آره تو در واقع برعکس بقیه نوازنده و یعنی که سشن پلیرایی که مثلا میرفتن با نه مثلا احسان خواجه امیری و نمیدونم بهنام بانی و نمیدونم اشوان و فلان و اینا میزدن تو اون بخش درآمدزایی هم یه جوری میشه گفت یعنی اون پاپ زدنت هم تو همین تلفیقی ها بوده آره پا با پاپیولارای تلفیقی ها زدی آره. بخاطر درآمد بیشتر شد از اینجوری آره. بوده یعنی درآمد تو شده یه قسمتی زیادش از پالت و همون هید هی الان شد هی آره دو و هم قبل تر میلاد درخش نه دیگه با کی مثلا اون زدی که اون قسمت پاپیولار که زدی کیا بودن با کیان پورچاراب کار کردن با کیان آخه اجرایی تنها زیاد نزشته آره. آره مثلا من بیشتر در واقع کار کردنم با پالت بود فکرم در نزدیک سال با پالت من کار کردم موقع که بچه های قدیمشون بودن و اینا آخه بازم داماهی بود مثلا باشون کار کردن اونا باز جدید بودن مثلا آره. تایم اومدن بچه ها و نه من خیلی فکر کنم آ با من... هم, هم من جاوید بود اونم دو تا او... بود. من خیلی بود ولی اجرال... بزرق... پا... پاپ چی پاپ مین چی؟, چی؟, چی من اوایل 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 که فکر کنم دو نیمه هامی چیز بود اه... تازه اومده بود آلبومش اه... من فقط یه بار یه اجرایی رفتیم دیگه دبابید. پاپ نزد اه... پاپ دیگه نه امیر توسلی بود و شف, شف, شف در واقع بند سرپرست امیر توسلی هم اگه آدمانی که خیلی حیف شد شد خودش هم دلش میخواست رفت توی موسیقی فیلم اینا ولی اون ساید موزیسینش کلن چی شد آه... اونقدر نیست دیگه حیفن دیگه واقعا آه... <laughs> براموزن... نه, نه من... منظورم نیستش که فید شده یا مثلا تموم شده یا ولی یه راه های عجیب غریبی میمیرم ولی الان که داری حرف میزنی خیلی برام جالبه تو پاپ نزدی واقعا یعنی نه, نه پاپ که خیلی مثلا آره این کامرشال باشه خیلی چیز جالبیه درسته که تو بند نداشتی مثلا با, با مثلا حالا نیما رمزان اومده مثلا بند داشتن بابک ریای پور نمیدونم و دارا دارایی نمیدونم کلی آدم اینجوری حتی مثلا یا عالم بند بنده راک و فلان و اینا داشتن دیگه ولی همشون تا بی نهایت مثلا پاپ زدن آره. یا ولی تو با اینکه مثلا این برای خودت یه بندی شاید نداشتی درسته, درسته که آب رنگ و نای ما اینا و بودی توش همیشه ولی مثلا اینکه بگی آقا من این کار رو میخوام این کار خودمه میسازم اینا رو مثلا میخوایم بزنیم فلان اینجوری نبوده با این حال نرفتی با هر کسی هم بزنی این چیه پیشنهادش نبوده یا واقعا قبول نگردی؟ ببین مثلا امیری ببین... نمیدونم فلان به سال اگه بد میگفتن تو اون دهه نان فکر... میزدی ن... نمیدونم فکر ن... نکنم بخاطر که ببین اه... حالا اصلا من نمیگم از هیچ چیز خوب و بدی و من نمیدونم جوری میشه تعریف کرد ولی من فهم کنم سلیقه است نه نمیگم بدی اصلا هیچ آره من, من اون قسمت محافظ کاری تو رو میفهمم آره که نمیخوای بگی اینا بدن من نه اصلا, من اصلا هم... بعد اصلا ببین من من فقط میذارم رو سلیقه سلیقه بله مثلا نه مثلا سلیقه که مثلا من سلیقه میگی سلیقه هم بده دیگه دیگه هستن <تصفح> <ده. ده>. آقا <تصفح> یه ده. چیزی یعنی معیاری هم وجود داره میدونم چی میگی ولی مسئله اینه که توی مثلا خارج تو... سینه موزیک کامرشال مثلا بین المللی هم همین هست خب همون اندازه اونا. آره دیگه به بعد برای برای بازار خودش باز... به آن. اندازه بده دیگه دقیقاً مثلا میشه اینجوری شد آره. آره. یعنی حالا میتونی میتونی از نظر مثلا بگی آقا شعرش این اینجوریه اینقدر پایین پایینتره موزیکش مثلا اینقدر ساده تره این سیکل آکوردشه و حالا فقط نکته اینه که اونا درسته که موزیک خوب نیست ولی موزیکی که خوب نیست رو با کیفیت ارائه میدن خب خب ما موزیک بعدم حوویت. باز بی کیفیت مثلا هویت میگه یه چیزی که هویت برام داشته باشه خیلی مهمه من مثلا مم. میتونم بگم که مثلا حالا خیلی حالا ژانر دیگه خیلی پاپولاری که حالا ما خودمونم داریم میبینیم بر من مثلا ممکنه هست ماشین چینی که الان زیاد شده مم. رو میده مثلا خیلی هن... ولی کوالیتی و شاید کیفیت مثلا یا هویت نه مثلا من یه ماشین اینا اصلا نمیدونم چی هست اصلا از کجا اومدی هو مثلا تو الان مثلا یه پیکان مثلا در تمیز بدن راحت یا یه چینی شاسی بابا من بابام پیکان جوانان داره خیلی دوستش دارم صفر صفر خیلی هم حال میکنم باشه این دیگه ولی ولی اون یه چیز کار را بندازه هم سر و شکلش خوبه هم مثلا همه میتونن ازش استفاده کنن هم راحت میتونن بخرنش احتمالا الان که نمیدونم با این وضعیت میتونن همه بخرن یا نه ولی <تصفح> ولی در نهایت خیلی نسبت به مثلا یه ماشین خارجی خیلی ارزون تر دیگه <تصفح> از این, این موزیک پاپ هم در نهایت یارو میخواد تو ماشینش چیزی پخشه نمیدونم میزن رادیو جوانی چیزی همین ولی اینا ارزشی نداره به نظر حالا موسیقی باز میگم بحثم با تو اصلا کاری به این ندارم ام. تو نظرت اصلا محترم فکر میکنی و هم سلیقه آدم نه ببین اینجوری میشه گفت که شاید بستش داد به این حالت که اگر اف... کافه ها و فضای کافه ها بیش از اندازه مثل جای دیگه جان های مختلف توش شه مثلا فانک راک هر کدوم مثلا مثل هارد راک کافه مثلا مثل جاز کافه مثل فالا زیاد باشه در شهر مردم پخشن تو این لوکیشن ها من. از همه مهمتر در واقع تفریح مردمه ببین موزیک به نظر من اینکه تو اه اینجوریه که ادمو بیان باش خوش بگذاره آره آره خودت هم با خودت هم دارید ساز میزنی که جدا از اینکه حالا تکنیکال و فلان اینا خوش بگذره این دوره آره، و حداقل اجرا دیدن 100 درصد یه بخش اساسی سرگرمیه چون اگه اونجوری میشه خونه موزیک مثلا خیلی مثلا خیلی آره، دوستاری راحت دوستاری گوش میدادی با بهترین کیفیت تو که موزیک خیلی خوبی هم گوش میدادی مثلا کلاسیک گوش میدادی جاز گوش میدادی یا هرچی اصلا مثلا یه چیزی که مثلا مفهومی تره مثلا گوش ام. ولی وقتی میری کنسرت قراره یه تایم میری کنسرت اجرا کافه هر چیز اینجوری آره یه تایمی بگذرونی که سرگرم بشی دایم. این درصد در حرف درسته اون قسمتش برای سرگرمی ولی خب مگه حالا این همه کافه دارن اجرا نمیذارن خیلی ببین خیلی کمه ببین ناکن به نظر من خب به خاطر این که نیست حالا خودمون داشتیم قبلش میگفتیم ما این بندزه کافی مخاطب نداره اه ببین اه همون دیگه وقتی که میگیم که چرا مردم میرن این موزیکار ببینن چون چیکار کنه دست دوستشه بگیره کجا بره الان بدونه که مثلا بازم هنوز خیلی خب هم... هست خب خودش بازم نمیدونن بارد. اونقدر چیز نیست چون میترسن خود خود کافه هم الان استرس دارن الان نکنه بیان بگیرن نکنه بیان فلان کنه نکنه به من موزیک لایف داره پلی میشه همش یواشکی یو... یواشکی این این وقتی که تو خیلی ریلکس باشی آزاد باشی در کافت باز باشه جلوش هم دونه تخته سیاه بذاری امروز بنده مثلا امین طاهری یه جا دیگه فلان آدما انتخاب میکنن برن تو کافه میرن تو کافه راک میرن تو کافه ریگه میرن تو کافه عشق حال میکنن کیف میکنن اه. ولی وقتی که میبینی که اینا نیست خب میگه من خب میخوام من الان یه موزیک مثلا دیسکو گوش بدم چیکار کنم خب میگم میگم خب مثلا فلانیه دیگه اصلا کاری ندارم میام آقا میام یه ردیف مثلا 20 تا صندلی میگیرم میرم مثلا حالا یه موزیک حالا به اصطلاح خودت میگی ماکان بند یا هر بند این شکلی گوش میدم وقتی که اینا زیاد بشه به نظر من خود به خود آدما پخش میشن و ذهن آدم هم تغییر میکنه مخاطب مخاطب رو میبریش سمت موزیک جذاب متفاوت یه جوری مثلا شاید بتونم هل... تو ذهنم بفهمم یا حل کنم یه ماجرایی رو که برام تناقض داره میگم چون الانم یه عالمه جا تو کافه هست تو مردم نمیرن می احساس میکنم که هست ولی دیده نمیشه چرا دیده نمیشه چون آزادی وجود نداره تفس. توش باید بری اونجا بشین قهوه بخوری مثلا جز گوش بدی آقا خب قرار بوده بری آبجوی بخوری کول cool. بشینی یه چیزی که سوینگی توش هست راحت تکون بخوری فلان ولی الان میگه آدم اینجوری میرن میشینن مثلا جز گوش میدن قرار نبوده اصلا تو اینجوری جزگوش گوش بدی ام. اوکی مثلا اگه دیت. آره که دیگه اون دیگه به ایدئالشه من میگم که بیاد تو بیاد توی شهر یعنی الان هست توی کافه ها ولی تو شهر نیمده این تفاوت خیلی عجیبه تو سر و صدای این موزیکر تو شهر نمیشنوی میشنات همش پستره یه پستره که اونجا اجراست. بعد اونجایی هم که اجراس نه صداش بیرون میره نه هیچی هم. همه چی در خفه ترین حالت ممکنه اگه این جاری بشه انگار تو شهر حرف تو فکر خیلی جالبه دقیقا میشه مثلا اینجوری هم گفت مثلا کافه های مختلف حالا سمت حالا نیاوران اون سمت بیشتر الان همینا تمرکز تو دانتان داره دیگه داره. مثلا جای دیگه هم همین همینجوره کافه ها تو مراکز مثلا مرکز, مرکز شهرن حالا مثلا تو میری که یه کافه سمت مثلا حالا سام کافه یا هر کافه ای که سام کافه هنوز میری؟ من آره من قهواشو دوست نه, نه خیلی. من. حالا اصلا کلا جدا از اینکه مثلا به جایی که تو پلیلیست بدی به آدمه مثلا میتونی اونجا یه موزیک لایف باشه بعد آدمان خالا صاحبش یا هر کافه ای دنبال چلنج نیستن دنبال درد سر نیستن الان بازی یه دفعه بیان ببند اون بنده خودم سر همین هجاب اینا هزار بار پلومشون کردن بیچاره رو ولی میدونی حالا اون یه بخش بخش حالا لایو میوزیک یه بخش یعنی آقا ول کنترل خودم ما الان ما رو میبندن فلان حوصله داری جاز کوفر چقدر بستن صد بار بستن بعد بدبخت روز میبستن میدونی تو خود به خود هم اون صاحب کافه میترسه دیگه این کار ریسکش رو بپذیره خود به خود هی کم میشه وقفه میفته وقفه بیفته می بعدم که دیگه بیزینسمن های توپل پشت موزیکای کامرشال و پاپ هم که دیگه همشون ماشالله دیگه خفن دیگه یعنی یه جوری این قضیه رو به خورد ملت میدن که تو دیگه دی نمیتونی نفس بکشید یعنی خفه میشی برای همینه یا هر کی از بچه های در واقع موزیسی هایی که خود دارن خودشون کار میکنن تا همشون خودشون هم واقعا آقا کجا کجا اینجا اجرا بذاریم بذاریم موزه باشیم فقط فلان نکنه آقا این, این نگیرنمون میدونی این هست برای همین پخش نمیشه طرف میری کنار خیابون ساز میزنه آقا جمع کن جمع کن برو حالا باز دمشون که خیلی اوکی و سفت وای میسن کارشون هم میکنن. یعنی سازشون هم و مردم توجه میکنن ولی این اگه زیاد بشه خیلی باحاله <applause> بعد به همون میگی که تو سطح شهر سلیقه مردم فرق میکنه اون موقع مردم میگن بابا ما چی آره مواجه شدنه خیلی مسئله است ببین تو الان ما اصلا خودمون نمی... یعنی مشکلی که داریم توی حالا رسانه تبلیغات همه چی راهی وجود نداره که موزیک فکر میکنیم خوبه رو یه جوری اون آدمه رو با این مواجه کنیم ولی وقتی مواجه میشه خیلی وقتا نتیجه خوبی داره یعنی مثلا من چیزی که دیدم اینه که آها این یه طیف ممکنه خیلی گسترده ای با یه سری از این بنده راک زیرزمینی حال کنن فقط باش مواجه نشدن هیچ جایی وجود نداشته که این با این یه لحظه ببینتش 20 ثانیه گوش بده 20 ثانیه ببینه این مواجه شدن وقتی میاد تو شهر میاد توی رسانه میاد توی حالا رسانه, تو رسانه منظورم رسانه گنده است ام. چیزی که مثلا تو رادیو تو باز میکنی مثلا بگه که آقا این کامنت پخش کنه برات بگه آره این خیلی. مثلا بویا محمودیه پخش کنه برات خب یا از صدا و سیمایی که الان وجود داره که هیچی ولی اگه یه چیز درستی وجود داشت این مواجه شدن من فکر میکنم خیلی راحت اینا میترکی دقیقاً این راحت پاپولار میشه یه سری از این بنده که الان زیر زمینی ما بهشون میگیم این موزیک کاملا پاپولاری میزنن موزیک مینستریمه یعنی یه چیزی میزنن که تو تو آلمان هم بریم مثلا تو برلین هم بریم اون روی میزه در آره چیزه دیگه میشه گفت از اون چیزی که خریدار زیاد داره مم. که میذارن رو میز کنن و چه میدونم ما اینجا تو ایران رد ها چیلی پپرز گوش میکنیم فکر میکنیم داریم این موزیک مثلا خاصی گوش میکنیم اون پاپولارترین موزیک جهان تقریبا آره که تو جهان هزار دلار بلیت میفروشه مثلا چیزی که همه گوش میدن با آلوماش میاد میاد رو میز و فلان و اینا so این فقط خاطر اینکه این جاری نشده آدم باش مواجه نشدن ولی خب ببین الان مثال زدی خب کوالیتی و نه 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 میگم مثلا ما من میگم تو ایرانم ما به ازاش مثلا بگم بالگرد خب نه. بالگرد موزیکیه که اگه مردم اجازه داشته باشن باش موجهشن یا, یا بتونن باش موجهشن مثل بوم میترکه اصلا همین الانش هم که یه ذره فعالتر شدن و اینا کلی آدم بنای جدید گرفتن و فلان و اینا از خیلی وقت هم آره. حالا اون قدیمی بودنشون کار نداره قدیمی بودنشون باعث شده ما گوش بدیم ولی الان فعالیت همچنانشون باعث شده کلی جوون و فلان و اینا مثل اینکه بالگرد زیاد ترفتن اعتراض کرد به این که من دارم روشن بالگرد زیاد حرف میزنم دوباره خرش توی آسمون چه گرد و حالا من میگم بیاین این بحثا رو ویل کنیم بریم سراغ کارایی که کرد بریم بریم توی مرور کردن فعالیت های خودت این چون خیلی کار کردی خیلی با گروه زیاد ساز و نام اون یه نقطه هایی هست که مثلا من نمیدونم واقعا مثلا همین الان داشتی قبل مصاحبه گفتی گپ اصلا من نمیدونستم اصلا تو با اونجا تو اونجا زدی یا بودی تو اون فستیواله من بودم با آبرنگ من فکر کردم نه نه بود که چیز خب. بود فکر کنم همه نصیری بود و حبی با... حبیب آره. حبیب بود آره ولی چیز هم بودن دیگه آره همون... بر... برام آقا خان بود آره آره بچه ها اکسن پیتر خدا به عزیز بود و سالمانی پور و با پیتر آکوب هم بود پیتر آکوب بود آبراین بود آره آره بچه آره. بودن یه فستیوال هفته موسیقی معاصر آره 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 یه آره. آره. با نصیری هم حرف سدیم اتفاقا گفته <applause> <applause> چیزایی رو ولی به حالا بریم برگردیم منیم شروع فعالیت تو اینا تو چی خوندی؟ من تجربی دیپلم تجربی بعد دم... من پیش دانشگاه ول کردم چون که از اون موقع هم مثلا خیلی علاقه داشتم به درامز و چون بابام باحال درام. بابا درامر بود بابام درامر بود به بر... اردو رامسر با نلی و مازیار و اینا تون پکیج ساز میزنن و خب هم دنسر بودن جشن المپیک آسیایی میرخصیدن شفت شف کلا هم. همه چی هم فرزان کابولی بود فکر کنم از این ویدیو کوچیکاش هست داشتن بعد هنوز کار میکنن نه الان دیگه فعلا مهاجرت کردن و نه کار نمیکنم بعد درامز پدر مثلا تو نه با بابام با. که دیگه دیگه بعد از انقلاب و اینا دیگه دیگه نظر و دبیرستان شد و دیگه کلا تو درامز من دیگه چون همیشه اکسوش نگاه میکردم همیشه فن درامز بودم و اینا و میگفتم خیلی خوشش دارم و بعد یه مدت مثلا خیلی کوتاه رفتم ویولون ایرانی یاد گرفتم دیگه ویولون سه چهارم داشتم خیلی سخت بود جوان. اون حالت هاش خیلی سخت بود بعد دیگه... اصلا چقدر بی ربط بود اصلا خیلی بی ربط بود اون هم خیلی بچه بودم واقعا خیلی سن کم سن و سال بودم بعد دیگه کنم 11 سالگی اینا بود دیگه همون سمت شدم روی درامز و در خود درامز میخوام که با چه مشرقتی پدرم برام گرفت و, خیلی و خودش به یاد دار اولش آره خورد باش کار کردم در واقع بعد سرچ کردم سراغ این که خب کی, کی؟ الان تو این اوزاد رامز درس میده کسی نیست فلانه که استاد کیوان شکوه پیدا کردم آها اینا درس اینا. اون موقع تازه شروع کردن به خاطر اینکه پیش آقای استفانیان اسکندریانی که یادتون باشه پیش کتابی فروختن نه <applause> نمیدونم آرام استفانیان تمام کتاب های جز و همه بچه ها از اون میخردن کتاب همون نوت و حالا هرچی سی دی در واقع کاست های و سی دی های هست بعد من رفتم نوت از اون میگرفتم خود اصطاد کیوانشگو به من می و بعد یه مدتی با ایشون کار کردم و بعد یه مدت هم در واقع نه، نه، کمک حالشون بودم که در واقع کار تدریس اینا بعدم دیگه خودم جدا شدم و رفتم بیشتر تحقیق کردن و از این ور... دانلود کن از کازا دانلود کن <applause> با این دایلاپ ها اینا که دیگه بیشتر رفتم سمت درامز یا دیگه, دیگه از یازده سالگی خیلی تر شدم روش دیگه مثلا کلا و مثلا چی موزیک چی گوش میدادی و اینا من او اصلا اولین کاستی که گوش دادم که علاقه من شدم در واقع به درامز ریترن تو فوراور چی کوریا بود <متصفح> <متصفح> که من بابام من... چی چیزی شروع کرد آره بابام از استریو زن گرفته بود قدیم مثل به یه مغازه کاست فروشی و در واقع سیدی صفحه فروشی بود بعد یه لیبل خیلی بامزه هم روی همه چیزاش بود کاست هایی که داشت بعد اسمش هم گوشته بودم فقط جاز مثلا اولین ترکش چون گوش میدادم حالا بعدا پلی کنین با در واقع درامز لینی وایت در واقع شروع می و خیلی برای من جذاب بود اون ترک فکر کنم اوورتو بود نمیم چی چی اوورتور یادم دیدن حالا اسم شده دم. خاطرم باید میگه اصلا با اون من عاشق درامز شدم اصلا کلا بعد دیگه رفتم چرخیدم و مایسترو اصلی رو پیدا کردم اون بعد موزیک زدن چی؟ یعنی مثلا اون موقع خب درامز میزدی ولی درام زدن تنها شی. ببین تایه نه باید با یکی بزنی با که پیدا کردی از کجا پیدا کردی تایه تایه حدی حالا خودم های تمرین های زیاد و چند ساعت چندین ساعت انجام میدادم و اینکه به حالا توانایی برسم بعد فکر کنم اولین اه ب... بچه هایی که دیدم اه ماکان اشکواری و مثلا کریمی و اینا بودن اول که دی پرپل می‌زدیم موزیکای دی پرپل می‌زدیم یه اجرام رفتیم که اسم بندمونم هم تی ها بود فکر کنم یه دونه دیتا لایف وی سی دی وی ازشون دارم از اون اجرامون تو چیز دانشگاه قدیر زیر پل چیز سمت گیشا هست بغل مرکز خرب اونجا یه دونه اجرا فکر کنم جالب عجیبی خیلی, جالب. عجیب. عجیب, خیلی عجیب بود بعد مارا... مارالم منشگر بود از, از اون موقع از اون من اینجوری فکر کنم ولی لول به لول میرفت با چیز آشنایت من با ماهان چون ماهان به من زنگ زد که گفتم اون اجرایی که با هامی من رفتم ماهان به من زنگ زد ما خوش که... با هامی میزد آره یه،, یه،, یه لایوی بود که گفتش که میای با هم بزنیم من موقع خیلی هم بودم من, من پاپه میزنم من فلانم من فقط جز میزنم اینجوری بودم خیلی زر زد... جز میزدی هم موقع قبل موقع از این که با ما آره مثلا, اشنابش. مثلا عشق موزیکای مثلا ستیف گد و چون درامبر مورد علاقه هم بود ستیف گد و چه میدونم این در, در, در واقع که حالا با چیکوریا زده بود من روزم اگه بخوای یکی رو بگی مثلا ستیف گد میگی خب ببینی ستیف گد چیز بود دیگه یه جوری آیدل من تو درامز بود دیگه نمیگم هنوزم مگه به یه دونه رو آخر بگی به عنوان ببینی آخه الان انقدر دیگه فضای عوض شده انقدر مثلا تو دیدت بازتر میشه بعد خود به خود آدم های دی... دیگر هم میبینی مثلا ل... لجند های دیگر هم میبینی و مثلا اون موقع من میگفتم خب حالا استیو کیا رو ها ها ها. می رفته دوست داشته مثلا میرفته آره میرفتم دیدم تونی ویلیامز جک دی جانت بادی ریچ فلان اینا اینا مثلا میگفتم خب حالا اینا کیا بودن دیگه دیوونه میشدم مثلا میگفتم او چه جیمز واسه الوین جونز بوده این بوده این بوده بعد دیگه ولی خب دیگه بخوام دیگه یه چیز مستقل بگم که کسی تن کسی بوده که این دو جنریشن رو به عنوان در واقع درامری که وصل کرد اینا رو هم خیلی محدود درامر ها مثلا وینی ستیف گرد اینا به دو, دو تا ارسر من و با ماهان یعنی آشنا شدن با ماهان در واقع میشه گفت اون شروع اصلی فعالیت اینجاز قبلش با ماکان میزد آره زدی. یه اجرا بود ماکان و اجراد و اجراد و کی ماکان احسان کریمی و سوهیل فاملیش رو نمیدونم که گیتار میزد احسان کریمی کیه نه احسان کریمی آره احسان کریمی بود کیبورد میزد و رفت فک مالزی و اصلا هیچ اطلاعی ازش ندارم اصلا نمیدونم فاملیش هم درست نیست ولی فکر کنم احسان و احسان بعدش باهومی زدی و بعد اومدین دیگه آبرنگ آره دیگه اصلا کلا میشه گفت اصل ماجرای تو شروع آره. شد چون یادم واهاک مستر کلاس کشته بود ایران پیانیست خیلی مطرح ارمنی بودن اومدن ایران ورکشاپی گذاشتن مستر کلاسی گذاشتن که بعد یه روح سخنش به ماها بود من دارا پیتر آکوب و یه سری بچه ها رو سلیکت گفت شما میتونین بند باشین خیلی ام با حال میتونی صدا بده و اینا که بعد دیگه ماهان زنگ زد و دوباره میام از دوستی من با ماهان و شروع حالات تمرین حالات به اسم آبرنگ نبود قرار شد اصلا تریو جمشیم من و دارا و ماهان ستایی موزیک بزنیم کابر کاور کنیم موزیک بزنیم و ایده اسم آبرنگم با دارا بود دارا اسم آبرنگ رو آورد گفتش به نظرتون اسم این بندازم آبرنگ اوکی این که ما گفتن قشنگ یه مصاحبه کن با چل چراغ دارین یا یا خیلی قدیم آره که راجع اینم راجع اسم و اینا البته میگم چون همه اینا توی یه سال مشخصی بودی من تو همزمان با مثلا آنسامل پیتر بودم پیتر سالمانی مثلا از که چند سال, سال پیتر هم آره. کرده بود یعنی آره. چیزو دقیقا با همزمان با آبرنگ آره مثلاً... اینو من نمیدونستم که انقدر اینو من فکر میکردم پیتر بدتر مثلا یه گروهی درست میکنه و اینا فکر میکنم خودش کار میکنه و مثلا میزنه و اینا ولی موزیک مینویسه مثلا فکر میکنم قبلا می در واقع قدیم تر خب منظومه نه نه آره همون منظومه آره شخصی رو خودش داشت, 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 داشت آره. ولی منظورم اینه که فکر نمی کردم گروه پیتر سلیمانی پور آره خودش تشکیل, تشکیل, شده تشکیل باشه قبلا با یه درامری بود به نام کسرا محتشمی که فقط یه سفر اومده بود دوسته قدیمی پیتر هم بود یه سفر اومده بود یه سازی تو فکر کنم یه اجرای تو ترانه زدن با <تص> با با هم یاد دقیقا یادم نیست بعد اون برگشت ماهان گفتش که بیا با امین بزنیم این انساملتو که دیگه تمرینامون رو شروع کردیم و مثلا چند سالی با هم ساز زدیم و یکی از آدمایی بود که من خیلی چیز ازش یاد گرفتم این تو موزیک من این به نظرم پیتر مثلا مثل خورشید پشت ابر مثلا یه دفعه ابر میافت طولون مثلا میومد بیرون یه حال تا خیلی خفن چی گرفتی در این ازش همه چی یعنی مثلا ساز می، البته میگم کل در واقع یادگیری من تو بند آبرنگ و بند پیتر بیشتر بود که مثلا خب تو با هایی که خیلی جدی داشتی کار میکردی اون موقع فقط سر تو کار تکنیک بود تکنیک بزن اینجوری بزن اینو یاد بگی عشق فالان استیو گت باش استیو گت کاور کن اینجوری و وقتی که وارد و, این بند و در واقع بند خود پیتر و آبرنگ با, 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 با بچه ها در بده بستونه دیتا میگم تازه میفهمم اوه اینجا باگته اینجا اینا اصلا گوش نمیدی اینجا اینو گوش میدی مثلا خیلی چیزای تکنیکال شنیداری پیتر به من یاد داد خیلی ماهان به من خیلی چیزا من میگفت دارا میگفت با هم یه بده بستون داشتیم و عاشق این بده بستونه بودم تو سر کله هم میزدیم زدیم ای اینجوری اینجوری زدی ای اینجوری اینجوری ای ای ولی یکی از زیباترین دوران من بود تو که مثلا خیلی دیسش بود و این همکاری تو که حالا با آبرنگ که همچنان ادامه داره و آره یه پیجی هم درست کردم آره و یعنی اینکه از هم با حالا اون موقع متوقف شد و بعد دوباره ماهان اومد با آره و... دو سه تا اجرا اومد یکی تو هترا بود اجرا امدن گذاشتیم به اسم آب رنگ اجرا گفتیم سه شب هم گذاشتیم و پر شد تو حترا که استیج اون وسط بود حالا نمیدونم یادت هست اومدی حالا ویدیوهاش هست تا آره تو آره بهت میدم بعد بار دوم که ماهان اومد به عنوان ماهانم فرندز در واقع یه اجرای گذاشت که منو دارو و امیر و رزا زنم و سنم آره و آره بچه ها بودن مرتی و دیگه کیو همین ها آره حمد. اونم دیدم خیل... خیلی اونم جذاب ویدیوشو دیدم خیلی خیلی جذاب خیلی سختی بود و جذاب بود آره آره کلی هم با زیاد گرفتم ما هم مثلا هر بار که میاد یه بار اطلاعات میاره و کلی مثلا یاد می... بچه ها میتونن ازش یاد بگیرن آره دقیقاً میفهمم خب بعد از اون ولی با پیتر تو همینجوری رابطه دیگه ادامه پیدا کرد تا آخرین اجرای پیتر هم یادم میاد که باش زدی دیگه آره زدم از ویدیو هم دارم تایمی آرش پژن آرش هم آره آرش باش. اد شد تایمی آرش هم خیلی آرش خب خیلی فعال بود اون موقع دیگه مثلا یه موقع حالا رندوم بود دیگه مثلا یه تایمی آرش میزد آخه اینجوری نبود که مثلا دیدیم مثلا بندای جاز مثلا میگن ام این دفعه مثلا با فلانی و فلانی و فلانی بریم بزنیم مثلا من یه خیلی جالب بود یه اجرای رفتم فستیوال جاز ترکیه بود که شف بندم در لیدرم مارکوس میلر بود تریبیوت وید مایز بود در واقع خیلی جالب بود تعریفی که کرد رو گفتش آره من زنگ زدم به هربی گفتم که اج... میایم بریم فستیوال ترکیه گفت خب به کی بگیم گفت به وین بگم و به اونو اونو مثلا جمع شدن یهو اومدن مثلا یه فستیوالی رو کردن کرد این جوریه دیگه حالا من بیشتر مثلا مثلا یه کنم دو سالی بود با پیتر تاریخاشو دقیقا نوشتم از بعد از اون چی بعد از کار کردن با پیتر چه, چه فعالیتی شروع شد دیگه نایما بود که اه... نایما که تقریبا دا یعنی داشت همزه میگفتش که نایما یه جوری همون مثلا آب ببین داستانش اینجوری بود که حالا اگه کامل تر من بگم ما چند تا لایف با آبرنگ رفتیم که توی اون لایف هم پویا محمودی با همون زد که خیلی موزیکای باحالی شد با نایما با آبرنگ با آبرنگ اصلا ویدیو هم دارم پویا با... یعنی پویا بود پویا... بود آره پویا دو سه تا ترک مد خون دو زد خیلی جالب شد آه، آه. آه، آه، خوش آره کار کن آره لیوار رو خون آه،, آه،, یه ترک ب... آه خیلی 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 باحال شد موتا با فضای متفاوت تر. در واقع آنسامبل آبرنگ توری جهاز جهاز و اینا چاشنی شده خیلی جالب شد و پیتر هم با من بود در واقع سالمانی پور یه جایم هم فکر کنم حدیب هم با ما زد یادم اگه ویدیوهاش باشه هست آره بعد دیگه بعد از چند تا اجرا این قضیه ارشاد و خستگی و برو بیا و اون موقع هم که دیگه حالا اینستاگرام و ف... سوشال مدیا اینجوری نبود همش بعد من و ماهان با ماشین میرفتیم تراکس پخش میکردیم و پوستر و اینا خب خسته کننده میشه دیگه من بارت بعد پخش میشه دیگه بعد ماهان بیشتر بعد میرفت سمت ارشاد برای قضیه مجوز اینا اذیت میشه ای گفت دیگه مثلا من خسته شدم به نظرم به نظرم آره ببین چیز کنیم من که یه بار رفتم چون من و ماهان همیشه میرفتم خونهش با یه اسنر درام میرفتیم بندینه باکس میذاشتیم مثل موزیکای جاز با هم و از ریال بوک میزدیم من با براش و اینا ماهان هم حالا یه بیس لاینش هم میذاشتیم یه موقعی و ماهان میزد و منم با براش تمرین کردیم که یه جا اونجا فکر کردیم که چیکار کنیم و اینا حمزه جوین شه بهمون و همسیو کارا رو انجام بده و منتها حمزه اگر می نمیتونست به اسم آبرنگ بره باز بعد ماها میرفت اونجا یه کاری میکرد و نمیدونم وکالت مکالت آه. و از این بساط عجیب غریب خودش رفت با اسم خودش مثلا نایما آره بعد ترجیح دادیم که به اسم نایما باشه حالا نایما چی بود نایما یکی از ترک های جان کالترین بود اتفاقا یکی اومده و یه کامنتی گذاشته بود که این نایما نیست و یعنی اسم غلط داریم میگین و این اینجوری خونده نمیشه چرا کنم نایمه نا مثلا این از نایمه میاد و مثلا مدل خوندن درستش مثلا نوشته بود نایمه 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 نیم نا. هم نا. یه جوری چیزی که ولی ولی من فکر نکنم جاهایی پوچه زیر پست within... همزه یکی انتقاد کرده بود که آه اصلا این جز ایران که میگین جز ایرانی که وجود نداره این حرفا که نیست شما هم اصلا جز رو نفهمیدین اسم گروهتون هم اشتباه گذاشتین یا عالم انتقاد اینجور کرده بود و معلوم بود که جزمن هم از خودش یعنی چیز نبود از راه نرسیده او یه چیزی بگه ولی یادم نیست چی نوشته بود که اسم گروهشون هم شو و اینا من میدونستم ترک آره. یعنی بر اساس این ترک اسم گذاشتیم آره. ولی همینجوری دیدیم تخ... خب دیدیم تز ریل بوک ورق زد و مثلا آره. که حمزه یا مثلا ما هم با ما هم چک کرد بعد این خب چه اسم قشنگیه مثلا نایما حالا میگم من نمیدونم که مثلا جان کوچن بیاد مثلا معرفی کنه این ترک رو بگه نایمه یا نیمانا چه اینا بعید میگم مثلا میگه نایما دیگه و اینکه اینکه جاز چی باشه جاز چی نباشه هزار تا جای مثلا موزیک ورد میوزیک مثلا هستش لاتین جاز داریم چون آره اینا رو داریم ولی جاز ایرانی هم داریم مثلا فرنزه میگفت داریم می مثلا آره. هست و اینا ولی آره. مثلا خیلی ها میگن نه دیگه ببین میتونه باشه میتونه مثلا چرا نباشه چرا مثلا نه نه نباشه آره آره. نباشه نیست بس اینه که هست یا نیست یعنی اینکه آره. ممکنه در آینده باشه آه. مثلا خب اونا... آره اونا آدم هایی که مثلا میگن نه میگه نه و این چیزی که شما میزنید و اینا جز ایرانی نیست اسمش میگن و این جز ایرانی نیست ولی مثلا مم. یعنی همچین چیزی تا به وجود اومدنش شد خیلی راهه چون مثلا مم. ایرانی ها اونقدر جز بلد نیستن بزنن هنوز یه چیز خیلی نوعی تا مثلا کار مثلا ماهان چند تا آلبوم داره میتونه اونو گوش بده همزه, داره. داره, مثلا همون آواره چه میدونم اینا همشون بر نه. اساس در واقع موزیک جاز نوشته شده و نه. تنظیم شده حالا شاید یه چیزی که اون هنوز نتونیم بگیم آره. به بختگی رسیده ولی صد درصد نشونه هاش آره نشونه هاش وجود داره حالا ممکنه مثلا یکی بگه آقا این گل درشته مثلا خیلی مثلا این هنوز در نیمده یا هنوز نشده ولی خب هست دیگه اون آلبوم دومه یعنی اون آلبوم آخری ما که خب 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 سوی ایرانی جز دو, دو, تو خب ایران جزب. اسمشو گذاشتن خب اون دو خیلی خب چیز آره خیلی خب چیز پرشن گالفش مثلا یکی از آره اصلا می میشنوینو هب، برام آره فکر کنم یادم نیست اسمای ترکاشو اصلا کلا یعنی. ولی در کل منظورم که هست حتی توی آلبوم قبلیشون با گلنار توی درختم هست آره همش آره هست آره فصل خوش بیا آره حالا برگردیم بعد از پیتر دیگه با کی آشنا شدی ساز دیگه ببین بند به ترتیب اگه من یادم بیاد میگم نایماری که ادامه دادم با آبا بچه پالت آشنا شدم یه دوره من و همزه رفتیم در واقع ویان آها. رفتیم ویان برد. و یه تایمی اونجا بودیم و اینکه ماهان رفت در واقع آره، رفت. مثلا دوست داشتیم که ما بریم ببینیم, ببینیم اونجا چی کامشی کرد مثلا هم البته بخواد به چه منزل. سالی بود؟ 93 فکر کنم سال 93 رفتیم و آره اونجا هم حالا خب همزه یه آلبومی فکر کنم کار کرد اونجا یعنی داشت مشغولش بود منم هم, کار میکردم هم تک, و تک با حمزه مثلا یه اجرایی میرفتیم و اجرای کافه ای و اینا <applause> خب شرط سخت بود دیگه خیلی سخت بود موقع که برگشتم دیگه با بچه پالت شروع کردم بچه زنگ زدم زن به با بچه پالت کار کردم دیگه موندگار شدم باشون تقریبا این ما بینم خب دیگه مثلا آهیل با بچه سفر یه بندی داشت چند تا اجرا با بچه ها رفتم تو مثلا با این کسایی که کار کردی بجز حالا آبرنگ و نایما و پیتر حتی با کی مثلا ساز زدی که خیلی حال کردی و گفتی که این جالبه با این ساز زدن ریتمو خیلی میفهمه یا مثلا حالا حتی اینم نه حلکی هست اینم گفت ببین من با در واقع بنده ای که کار کردم مثلا خب بعدش دیگه خیلی تیکه تیکه شدیم یا حالا و اینا ببین خب یه م... چند تا با داماهی رفتم که خیلی دم چسبید خیلی حال میده داماهی چون بچه حالا اکثرشون دوست دار خودم و با اشون سال سالیانه سال سال ساز مثلا دارا همزه هم. من نامداری بود مثلا و ابی که خودش واقعا کلی چیز از ابی یاد گرفتم واقعا بخش بندری و اینا میلاد درخشانی خب خیلی موزیسی هنه به خاطر اینکه میلاد خودش نوازنده است یعنی حالا جدا از کار به وکال اینا ندارم خودش چند تا ساز بلده بزنه ریتمش اوکیه و منی حال این, با این, این منظورم اینه که تو خوب خیلی هی پروژه های کوچی کوچی کار کردی با این ساز زدی با اون ساز زدی مثلا چیزه که حتی من شاید اسمشم هم نمیدونم اگه الان یادت <تصفح> یا مثلا اونجا داری بهمون بگو چون من میگم یه من دیدم که تو توش بودی و هم جاست بندای جدید این گروه جوان اون گروه جوان چند نفر خیلی تو خیلی با این آدم و زیاد کار کردی منظورم یه سه ویژه که مثلا اونقدر مثلا مثلا دامایی که خب معلومه حال میده همش رو ریتمه یا مثلا میلاد دراکنی هم که خب بازی فعالیت چیزیه منظورم اینه که یه چیزی که ما ندونیم مثلا که یه موسیانی باله با یا اصلا با کی دوست داشتی, داشتی که ساز بزنی یا نزدی مم. ببین من خیلی دوست داشتم با مم. چون کهان کل یه بندی داشت که جز بود و یه مدتی هم تو ایران با رام ران تریو با بچه آره. ایر... با بچه ایران ز... نه نه نه, یه... اون جزر رو با رام ران تریو تو ایران زدن خب که بعد شهر خاموش رو با... زدن. زدن ولی فکر کنم درامز نداشتن یه پرکاشن چطوری داشت آره. کنم که در واقع برادر بهنام هم بهتاش میزن آره من خیلی دوست داشتم مثلا همکاری کنم با در واقع با اه... کلهور استاد کالهور

و موزیکاش دوست داری ببین اه اه یا چون مثلا, مثلا بزرگیه می نه 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 ذهنیت ببین تو موزیک سنتی خیلی ذهنیت مدرنی داره و من خیلی دوست دارم اینو و کارش مثلا گوش میدادم تو همون و با, با اون بچه‌ای که رام رام تریه که میگی مثلا جاز و اینا با اونها یه کرده بود که خیلی مثلا حال کردم گوش دادم کارش گفتم چقدر خفن که یه موزیسین سنتی انقدر ذهنش تو تمام ژانر تو ایران مثلا یه تریو به نظر در رام رانت داریم خیلی معمولی هست هست تو ایران فکر کنم الان خیلی تریو زیادی وجود داشته ایرانی هایی که مثلا در حد رام رانت نمیدونم آره من, من که ز... زن... خود آبرنگ, آبرنگ مثلا در حد از رام رانت تریو بهتر آره ببین به خاطر که آبرنگ میگم جه... اه... بعد با... مدام یعنی ادامه دار میشد البته الان هست مثلا پیج داریم فلان ولی ماهان بعد باشه آره. ولی میگم آره شاید یه روزی مثلا که الورم بزنه با ایرانی ها آره. جز آره. اون بچه ماهانم خیلی میفهمه موسیقی ایران. بابا ما مثلا که اصلا یه بزن میتونه اصلا یه دوئت باقایی هم داشته باشن, باشن. خیلی خفن میشه آره. خب حالا بچه های دیگر هم مثلا آره. مثلا با یه آلبوم امیر دارابی رو یه اجرایی رفتیم توی شبهای های کنم اونم دستان تن آفرین خیلی امیرم خیلی واقعا تلنته و کلی خودم من چون ببین خب موقعی که حالا مثلا ما بودیم خب بچه ها خیلی کوچیک بودم ولی الان خیلی یاد میگیرم از بچه های جدید یعنی واقعا و دوست دارم دوست دارم باهاشون معاشرت کنم باهاشون ساز بزنم الان با جاز موریم. بچه جاز موریان داریم کار میکنیم و خیلی باحالن خیلی تالنتن مثلا و اینکه استقبال میکنم یعنی اینجوری نیستم که آقا نه من فقط هم بند قدیممون آبراهیم فلا اگه هر اجرای این شکلی باشه یا جم سشن مختلف باشه من سریع حضورم رو اعلام میکنم و ببینم چه چیزی اطلاعاتی میتونم بگیرم جمین میکنی با بچه مثلا موسیقی سازهای دیگه دارن میزنن چیزی رو مخت نمیره یه دوره آخه جمینگ خیلی بدجور بود سه نفر سولو گیتار میزدن مثلا ببین, ببین اه... یه ریت سکشن بود یه نفرم بیسلاین لاین مثلا داشت میزد مثلا سه نفرم داشتن روش سولو میزدن ولی بعدن رفته رفته خب خیلی بهتر, بهتر شد بهتر شد ولی چیزی ها... چی ها؟ مثلا به نظر اذیت کننده از گوش چیپ. دادن دیگه مهمترین چیز تو در واقع یا اصلا ساز زدنی که تو گوش بدی دیگه مثلا الان مدرن درامینگ و موزیک که خیلی مدرنه بیشتر حالا تو درام درامر در واقع حالا تخصصی میشه چاپس زدن و یه سری فیلای خیلی متفاوت زدن اینکه این وقتی که زیادتر میشه مثلا و میان میگن آقا چقدر تو فیل میزنی چقدر تو مثلا این کار میکنی تو همه سازه هست، تو وکالیست هم هست فکر کن تو وکالیست هم تو همش ویبره بدی همش اه اه تحریر اضافه بدی دیگه یه خص... جوری میشه زیاد رویه به نظر من و اینکه همین مثل دیالوگ کردن مثلا حرف زدن توی جمعی مثلا پنج نفری می دفعه همه همزمان حرف بزنن خب هیچ کس هیچ کس نمیشننده بعد اون موقع تو بعد خودت یه خورده حذف کنی یه خورده مثلا بشینی عقب به عنوان مثلا درامر یا ساز کوبه ای مثلا سعی کنی آکمپاینمان کنی همراه باشی که ببینی اون وسط چه خبره همه وسط هم تو فقط سرمانی لید کن ولی حالا همه هم با همه میتونن حرف بزنن ولی م... کم دیگه به که متوجه موسیقی بالکان مثلا خب یه ذره اینجوریه دیگه همه با هم دارن حرف میزنن ولی میدونن دارن جای جاهای خالی صداهای همدیگه رو پر میکنن و برنامه ریزی شده است به هر حال اون اونا یه مثل... آره آره مثلا آره ولی ما آره راک ج... میزنی سه نفر سولو دیگه مثلا جیتری هم موزیک... هم دیگه سب میکنه تا اون میک سولو بزنه موزیک جنوب هم مثلا کسی که دیگه... کسر میزنه پیپه میزنه اون فضای خالی رو پر میکنه اون یه سری کار دیگه میکنه یه دفعه کل مثلا جمع ده نفره میبینی یه چیز جذابی در من ازش بیرون که خیلی کیف میکنه <applause> ولی مثلا تو فکر کن همه مثلا یه کرد مسخره <applause> خب اون دیگه درست همه داره حرف میزنن ولی بعدم هم همیشه به کوله درامره میافتم می مثلا اسپاته ای رو درامره هست مثلا فلان این چه همش شلوغ میزنه فلان بابا تو هم داری همش نوت میزنی میدونی اینا هم خیلی چیز ولی ببین خیلی داره تغییر میکنه و این و من خیلی خوشحالم اینکه موزیسیانه مختلف رو دارم میبینم بچه جدید رو میبینم بیسیست و خیلی باحال با ایده های جدید و تو جمس مثلا جمسش یکی که داینامیک میذاره و یه خوش شسته آره دیگه اون در واقع جمسشن به اون معنای حالا چیز دیگه است دیگه شده مثلا سل. ده تا نوازنده سلکت میشن و هم چینج میشن و همون هم با آره یعنی منظورم اینه که دقیقا یا چیگه اون آدم ها با هم معلومه با بتونن ساز بزنن دقیقا چون خیلی عجیبه دیگه تو یه موقعی مثلا با من مثلا عمدتا با همزه مثلا خیلی با راحت. ساز زدم و راحتم یه های پیانیست دیگه میاد کنار من خیلی دوست دارم که با اون چیزی جوری مثلا میکن. کی مثلا خیلی با به ببین خیلی پیانیست با حالی من مثلا حالا امیر هستم این پوریا هست که پوزکس آفرین شایان نقره ساز, ساز. هست مگست <laughs> ببخشید صدا شب شایان نورساز شاید یه ها اونم خیلی پیشرفت کرد خیلی من چیزی که میبینم اینه که آریا موسوی آریا موسوی هم جوون و تلنت داره خیلی خوب کار میکنن بازم هستن خیلی هستن من مثلا ممکنه از شهرهای دیگه باشن مثلا اسمشون ندونم و... جوون ها مثلا درامرهای جوون بازد با خوب داره پیش میره یعنی این ببین ماجرا آره خوب داره پیش توی آموزش منظورم شما تو آموزش میدی و فکر کنم آموزش هم و اونقدر هیچ وقت فکوس روی آموزش درامز نمیدونم چرا نبوده یعنی اینجوری نبوده که بریم مثلا ماها در جریان قرار نمیگیریم که آها شاگرددار از کجا دارم میاد کجا دارم میان تو بگم گیتار و اینا مثلا میفهمیم این شاگرد مثلا نیما رمضان بوده میفهمیم اون مثلا شاگرد بابک حمیدزاده میگم بابک حمیدزاده بوده تو بیس اینا رو میفهمیم تو درامز نمیفهمیم که مثلا آریا موسوی میدونیم شاگرد حمزه بوده و تو درامز اونقدر نمیفهمیم کی شاگرد کی بوده و نمیدونم وضعیت درامرای جوون و اینا به چه جوری اون ببین حالا مثلا هر کی آخر چون مثلا دوره دوره ممکنن عوض کنن مثلا استاداشونو و مثلا اساتید و اینا شاید به خاطر اونه چون باز این سازای خورده مثلا پیانو خیلی خب قدیمی تر از لحاظ تجربه فکر کنم و نمیدونم از تجربه در واقع آموزش تو دانشگاه همون بوده فلان درامز مثلا حالا یه جایی شروع شد که مثلا حالا یه سری آدم درست درس دادن با ما شاگرده اونا بودیم ما اومدیم رفتیم خودمون سرچ کردیم چیه جریان حالا یه سری اومدن دورکشاپ گذاشتن از نوازنده مطرح بریه خودمون به یه تجربه‌ای رسیدیم که تجربه‌مون رو داریم انتقال میدیم و اینکه من فکر کنم خودشون میگن یعنی اگه مثلا لازم باشه آره, آره که تو چیزی که میبینی بال هست اصلا آره به نظرم خیلی خوبه میگم فقط میگم که یعنی این همین همینجوری مثل پیانو که آدم های جدید خلاق هستن و جوون که کار درستن تو درامز هست همجید به نظرم هستن آره به نظرم دار داره خیلی میاد و فکر کنم پیشرفتش خیلی زیاد بوده مثلا من فکر کنم نسبت به قبل انقلاب موزیسیان ها خیلی خفن شدن خیلی. موزیسیان که مخصوصا درامز درامز, درامز بیشتر تاکید میکنم خیلی خیلی بیشتر شد و خیلی به روزتر و باگای مثلا نوازندگی گرفته شد با تعاملی که از حالا تا حالا توی یوتیوب حالا سوشال مدیا همه آدم دیدن حالا چیزایی که با هم, هم دیگه شیر کردن اینا خیلی فرق کرده جدیتر شد و سینه سینه درامرام بزنم به نظرم بهتر شد <applause> و اینکه خب میگم م... 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 هر چیزی که در خدمت موزیک باشه درامر حالا هر چیزی اون جذابه برای من به شخصه اضافه کاری نباشه مثلا اینجوری من من یعنی تو اینستاگرام باز میکنی من همینجوری میزنم بالا هزاران درامر میبینی با ساوندا و افکت های مختلف فلان یه سری حتی مثلا هیچ میکروفونی چیزی نذاشتن ولی طرف داره یه, س... یه گرووی میزنه یه ساز میزنه که دیوونه میشه مثلا اونا بیشتر منو درگیر میکنه میدونی می و سلکت میشه مثلا شاید مثلا تو این مثلا هزار تا پست شاید مثلا واقعا ده تا پست جذاب ببینم که مثلا میگم خب این که شبیه اون این که شب... این شبیه اون نیست این خیلی متفاوت تره میدونی اینش خیلی به من اوکی به خاطر اینکه همه مثلا یه سورسایی دارن میگن بعد ممکن همون کارا رو همه میکنن همه میکنن دیگه مثلا یهو یه مثلا هیپ هاپ جاز میاد سینش اولا که جاز بود همین گفتم ما جاز میزنیم ما جاز میزنیم ما جاز میزنیم بعد تو میگی که بابا من این همه رفتم کار کردم اینا رفتم موزیک ترانسکرایب کردم چه جوری یهو یه دفعه ای که میاد میگه من جاز میزنم خب تو بعد یه زیستی کرده باشی تو این استایل سبک یا چهار تا آدم نشسته برخواست کرده باشی مثلا چهار تا موزیسین بهت بگن اینجا اشتباهه اینو درست میزنی اینو غلط میزنی اصلا فرمو داری چه اینا به من یاد دادن مثلا ماهان به من گفتش اینجا فرم باید درست بزنی پیتر به من گفت من یه دفعه به عنوان درامر میگم خب بابا تو باید اینا رو بلد بشی تو باید موزیک بلد بشی تو فقط صرفا نباید سی استرینگ ساده بزنی تو اون موزیک بشناسی اینا تور میکنه درامر بعد اضافه کاری نکنی تو یه دیسکو ساده میزنی باید واقعا دیسکو بزنی که آدما باش برقصن میدونی اضافه کاری بکنی نمیرقصن آدما اون آدم اونجا به بعد برقصه دیگه کار دیگه نمیدخه نه بعد نمید تو رو ببینید <applause> من اینجوری فکر میکنم و این ای اگه و درست میشه من فکر میکنم حالا شاید سن باشه شرایط اینجوری باشه حالا فکر چرا الان اینجوری شده که همه یعنی تو ایران مثلا همه جز میزنن خیلی زیاد شده یه البته چند ساله که این روند شروع شده خب شما از اون اولین نسل بعد انقلاب بودین که جز زدین قبل انقلاب هم جز به اون معنا که وجود نداشت تو ایران ولی حالا همون چیزی که مثلا بوده کاری به اون ندارم اه... ولی بعد دیگه قطع شد بعد از اینکه شد بدون تاثیر از اون قبل انقلابی ها هم شما بودین دیگه مان و علی بیرنگ و نمیدونم آره علی پیتر و علی رو یادم نمیاد آره دارو. و من اینه که خب شما بودی از اول میزدین الان ولی تو این دو سه ساله مثلا من قبلا میدم من می از این فرصت آقا راک میخوام بزنم و اینا گیتار پیش کی برم من راک میخوام بزنم بیس پیش کی برم راک میخوام بزنم درام پیش کی من الان همینجوری شو که آقا جاز میخوام بزنم پیش کی برم سوالایی که از خودم میشه میفهمم ها یه حالا آدم میومد از من میپرسیدن مثلا 7 8 سال پیش 10 سال پیش ولی مثلا الان مثلا تو این یکی دو ساله همش دارم آدم میپرسم من میخوام جاز بزنم کیتار که خوب درس میده برام چرا خب بری نه میگم که اور بعدم نمیدونم الان علی افلاطونی رو خوب درس میده خب دیگه مثلا به هر حال تجربه و مثلا دیگه زیستی کردن دیگه مثلا یه تو بعد ببین آبریگات بشنوی آدما رو میشنره. نه من چرا میگم میگم چرا نزد انقدر جاز تو ایران زیاد شد حالا نمیدونم چرا من فکر میکنم خب از یه تایمین چون یه خورده چون موزیک حالا سختی بوده مثلا از لحاظ تکنیکال و اینا یه ای خورده یه شبیه کلاس بوده که آقا من حتی مثلا چهار تا آکورد جاز میزنم من اینجوری فکر میکنم که الان من مثلا من بگم پاپ میزنم آره من میگم راک میزنم مثلا مثلا فلا ولی مثلا جذب بگم مثلا یه ذره میره بالا الان از این مرحله رد نشدیم هنوز به نظر فکر کنم چرا دیگه خیلی اونجوری نیست من فکر میکنم یه مثلا دیگه آدم میام به خیلی پادکست ها سوشال میدیا اینا هم کمک خیلی جالب به نظرم شاید یه ذره اینجوری بود شروعش آره ولی آره شروع, شروع دا... که شد بعد من جذب رو یعنی اونجوری که به خاطر این میخواست جذب بزنه شاید اولش آدم شاید منم من هم همین رو میگفتم مثلا منم میگفتم که خیلی جذب میزنه با ما ساز نمیزنه من گفتم بابا به خودم همه موزیکا رو دوست دارم من از مولیک زرابه بگی تا الافیسترات این شزمم خودم تمام این ژانر رو همه رو چه راک پروگرسیو راک متال همه اینا رو گوش دادم همه رو دوست دارم <متصفح> و همه فکر می‌کنن نه من فقط جاز گوش دادم و جاز می‌زنم فقط هیچ چی دیگه هیچ استایلی موزیکی نیست نه من که خیلی این چیزه این توی حتی چیزه اجتماعی هم اینو دارم یا یکی که حتی به ظاهر داره ادای اینو در میاره که آقا من چه میدونم مثلا حامی حقوق مثلا زنانم یا مثلا چه میدونم من یه فعال مثلا فلان مثلا محیط زیستم یا مثلا من یک خوشحال شد چه من حتی مثلا چه میدونم مدافع مثلا حقوق یه چیزی هم حتی برای ادا که داره میگه یا مثلا برای یه چیزی که اعتباری بگیره و واقعی اونقدر درونی نجوشیده ازش یا مثلا واقعی نیست میگم حتی اون با اینکه مصنوعی یا ای فیکه ولی به بعدش تاثیر مثبتی میذاره این هی نه کم کم نهادی نمیشه برای خودش ممکنه نشه هیچ وقت خالی برای بعدیا میشه آره. تعداد زیادی آدم که مثلا به خاطر اینکه موزیک جاز مثلا با حاله یا موده یا کوله یا مثلا ما اینجوری یا مثلا اگه جاز بزنیم خفنیم اگه یه آلم آدم توف. به این دلیل برن جاز بزنن نسل بعدی دیگه اصلا داره جاز میزنه دیگه آره دیگه یعنی میره تو خوردش ام. اینش خیلی با اله. آره اینم آره اینجوری نگاه کنی آره ولی خب خب اینم باعث میشه خب باز اگه این ژانر حالا یا هر ژانر دیگه که مثلا موزیکایی که خیلی اینسترومنتالن اگه این اتفاق بیفته برایشون باز گوش داده بشه و پخش و بیشتر بشه خب خیلی بهتر مثلا. <تصفح> من حاضرم مثلا مود باشه و پخش و هم هم آره من من فکر یه ذره یعنی الان یعنی شنیده شدنش کم این ژانر یه بخشش که تقصیر خودتونه به نظر من یعنی مثلا این آه. تو می‌بینی آقا این موزیسین‌ها یعنی مثلا یه ذره مین استریم تر اینا چقدر هی با مخاطبشون ارتباط برقرار می‌کنن حرف میزنن او مثلا اینجوری برین کارمون رو گوش بدی اینجوری مثلا این کارو کن کار. شما کمتر حرف می‌زنین کمتر مثلا یه آها. چیزی رو میخواین یه چیزی رو میگین اه. مدلتون نیست اه. یا کمتر حضور دارین نصلا کلا یه بخشی شاید آره یه بخشی شاید اینه که کم یه بخش کمیش اینه و بخشی دیگه خب طبیعی دیگه هنوز جا افتاده همون حرف که اول زدی موزیک جذب و اینا هنوز مخاطب زیادی نداره ولی رونده خیلی بود ولی من فهم کنم به جای حرف زدن راجع بهش مثلا میگم آقا اینه 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 اینه, اینه, اینه فلا این ما جان فلان این چیزا من فهم کنم با همون حضوره تو باید حضور داشته باشی چون اگه به عنوان کسی که حالا اوایل شروع کردی این داستانو باید بچرخی لای جنریشن جدید باید معاشرت کنی باشون باید یاد بگیری یاد بدی این اتفاق بیفته پخشه یعنی مثلا اگه بری کنار که رفتی کنار خب که چی مثلا خب من خودم همیشه که از صحبتام که با بچه های خودمون حالا یا همزه میگم میگم بابا ما باید بریم ساز بزنیم ما باید بریم اینجا باید بریم این کافه بعد بریم اون کافه بعد با هیچ آدما ببینن ادمو ببینن سخت بشه نه کافه اینا نمیاد خب چه جدیدن چرا اوکیه ولی خب به هر چیز دیگه خب حالا یا دیدگاه ها یا مثلا لایف استایل آدم متفاوت تره دیگه همزه خیلی تو خودش رو درانگر رو دوست داره واقعا بشین آهنگسازی کنه بیشتر آهنگسازی رو دوست داره تا اصلا بره حالا ساز بزنه حالا یه موقع میگه من پیانیست من یه پیانیستی هم گفتم بابا چه حرفی داری میزنی چرا اینجوری میکنی مثلا دو خیلی داری تو خیلی خفنداری ساز میزنی اصلا چرا اینجوری میگی اصلا من فقط آهنگسازم بیخیال ما اگه بس تو پیانو میزدم یا مثلا امیر مثلا چیز از کلا اینجوری بودم <تصلاق> میدونی چی میگم کلا دیدم مثلا عوض میشد کارایی میکردم که اصلا خودم هم دیوونه میشدم ازش پس بیخیال این حرفا من همش هی میگم مثبت تر باید باشی دیگه هی این منفی ها هی غالب میشه دیگه مثلا یه خوار... آره خب خودت هم مثلا به بر خودت هم تاثیر منفی میذاری این منفی اما اجرای که میگی ب... من آخرش دیدم که واقعا ناراحتی داری میگی خب تو تبلیغ کنید بیاید مثلا بگیم به دیگران اطلاع رسانی کنید مثلا میدونیم دیدم این چیزه رو تو مثلا واقعا دارم یه مثلا آدمایی که خیلی مثلا سلب سلبریتی هستن مثلا حتی منم میشناسم و میگم آقا چرا اجرا نمیذاری میام خب به خدا گذاشتیم گفتم بچا نمیدونم من چرا نفهمیدم گفتم با ما این همه پست داریم میذاریم ها دوستاتون دارن شیر میکنن خب شما هم شیر کنین طیف بیشتری آدم ببینه یکی از آدمایی که واقعا من دوست واقعا دوستم و خیلی آدم گلیه و سروش صحت سوری حد هر جا من تو این تو کافا اومده اجرای ما رو دیده تو جمع ها دیدمش حضور داره بلیت میخره میاد میاد و من کیف میکنم آره از قدیم هم هم خیلی باحاله. حاله مثلا با... تو بمرانی آره و دامانی دام و ایدارو بلیت میخرید میامده من خوشم نمیاد ازش من جمسه ولی جمسه من با این حرکتش خیلی حال میکنم یعنی مثلا یه حمایتی میکنه مثلا جمسشن جمسشن حالا میگه خب خیلی عجیبه دیگه مثلا تو به جمسشن بشین نگاه کنی و اینا من خیلی میاد جمسشن آره دو سه تا جمسشن بعد کنسرت یه اجرایی با دارا ماهان زده بودیم تو در واقع چیز جز کافه اون اومد حامد بهداد اومده بود مثلا میگم با... بدونن میان مثلا میدونین بچه ها اگه بدونن و این این بعد پخشه دیگه میدونین حمایت خوده چون حامد هم خودش کار موزیک میکنه دیگه اون خودش یکی از دغدغه‌هاش هم فکر باشه مثلا حال میکنه با موزیک من اینجوری فهم میکنم میگم بعد اطلاع رسانی خیلی مهمه و مثبت باشه آره دیگه و اینا با این تریبونایی که دارن اگه مثلا چی میشه مگه بذارن خب تبلیغ که حالا وظیفهشون رو... نیست ولی میتونه بکنه دیگه اگه من... بکنه خب این, این, همه جاهای بی و اینا حضور دارن این همه کارهای مخاطبه بی میکنن میتونن این کارا رو هم بکنن بودن آره. بودن از این تریبونه میتونه یه استفاده بهتری بکنه مثلا کلا میگم یعنی در واقع کمک میشه به شنیده شدن موزیک خوب در جامعه من فکر کنم چون اون بخش مهمی به نظرم باشه الان در حال حاضر اینکه اطلاع س... یه نوع اطلاع رسانیه مثلا آدما بگن اینو گوش دادین مثلا ای چه باحال موزیک چه موزیک خفنیه این مثلا آلبوم امیر چه موزیک خفنیه من گوش بدم اون گوش بدم اون گوش بده دفعه پخشه مثلا آوره رو چند نفر شنیدن ساحل تهران من خودم آواره رو نشنیده بودم ساحل تهران چند نفر شنیدن تازه اومد شهر یه جایی هم فروخته شد حالا بعد که تموم شد رفت خب چیکار کنیم مثلا طرف بگه تازه خود، خودی هم به خودی میزنیم اینم خیلی بعد مثلا چه میدونم خب تو داری میبینی این دوستت اینو مثلا زحمت کشید داده, داده بیرون همش دمت گرم میگی دمت گرم میگی خب بیا همراهیش کن بیا شعر کن بیا تلرسانی کن بیال. خودی هم به خودی میزنیم می ولی منظور تو ببین مثلا که... چه میدونم خود موزیسیان نمیدونم حالا در ظاهر شد با هم خیلی کول cool و با حالن. ولی خیلی شاید مثلا توی یه سری چیزا مثلا میگه خب حالا اینکه که آلبوم رو داده که داده بذار من برم فلانی رو شعر کنم فلانی کیه؟ مثلا حالا هرکی هرکی که فالوهرش بیشتره آها. مثلا آها. هر که بیشتر اون کنم چون م... 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 من اصلا نمیاد بگم هر هر آدمی هر کاری دلش بخواد بکنه یعنی ولی اه... خب اینا اینا مشخص دیگه تو داری میبینی میبینی که فلانی این شرکت این شرکت چرا مثلا این موزیک مگه خوب نیست مگه موزیک فلانی خوب نیست مگه ماهان خوب نیست چرا اون شعر نشد ام. خب تو اگر مثلا میگی که من این آدم ها رو میشناسم که توی موزیک عرصه موزیک جاز ازش راک یا هر چیزی فعالا دارم پیشرفت میکنن تو دوستشون داری خب حمایتشون میکنی با عنوان کسی که تریبون داری دیگه میدونی من که حالا خواهد وای ندارم که به عنوان یه درامر بیام چیز کنم مثلا کار مخاطب هستم موزیسیان که آهنگ سازن حالا هرکی یعنی چرا اونها مثلا من... شیر نکنیم چرا اون مثلا دیده نشه چرا پخش نشه همون پخش شدن یه چرا تو شهر شنیده نمیشه چرا فلان میشه عمدتا اگه آدما مثلا بیان این کارو بکنن بیان حمایت کن حمایت هست دیگه به خدا از همدیگه حمایت یعنی همدیگر حمایت کردنه سین پاپ که پاپ تکلیفش معلومه یه دو شعر میکنه اون میذاره اون میذاره یه دفعه میشه میره همه چی میره تو تو اگه میخوای گوش بدی مثلا موزیک خوب گوش بدی بعد از اون ورم میگم بابا شما که موزیک حالا خودت هم گفت تو فعال نیستی میخوره تو ذوقت میخوره تو ذوقه. حالت گرفته میشه دلت میشکنه فعال نیستی من گفتم فعالت. مثلا مثلا تو مایایی که مثلا خب یه قسمتش هم تقصیر خودتونه که باید مثلاً آره خوب... نه منظور نگفتم فعال نیستی گفتم ارتباطتون با مخاطبتون یکم کمه آره واسه این اینم این خیلی چیزه این با... ای ارتباط آره، آره. باید خیلی چیز سر باشه خیلی اینجوری تر باشه باش راحت تر حرف بزنید برابر حرف بزنید و همش باید این دیالوگ دائم برقرار شه خیلی موزیسیانه دیگه مثلا حرف نمیزنن مثلا میگه سلام میشین سازش تا یه میزنه تا تگ کنسرت هم یک کلمه حرف میزنم ولی مخاطب آره خوشو ببین چیز دیگه ایران فرق داره اون جزمنه آفای. که تو آمریکا میره میشینه سازش میزنه حرفا بزنی بالا میشه میره یه سرفه هم بکنی مثلا کیت جرد با یه سرفه هم بکنی بولا میشه یه ول میکنه میره بخاطر اینکه اون فرهنگ و اون چیز اونجا وجود داشت ایران تنوس مثلا تو از تلگرام آدم موزیک میدن خب هنوز نه تو میخوای چی یه چیزی باید باهاش صحبت کنی دیگه باید بهش بگی آقا ببین من مثلا این کارو کردم کار کارو کردم اینجوریه بیا از تلگرام مثلا دانلود نکن حالا مثلا تو ها این کار میکردن ولی چون این دغدغه شون این بود که آقا بیارن آدماشونو رو مثلا روی اسپات شما هم حالا مثلا دغدغتون تو هر چیز باید بتونید این ارتباط رو درست برقرار کنید به آره خب به چیز من ولی منظورم من خودم... نه نه من آره 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 خودم, خودم به شخصه این کارو تا حدودی دارم خودم میکنم. یعنی اینکه مثلا حالا روابطم روابط برقرار کنم تعامل داشته باشم با موزیسیانه مختلف با موزیسیانه کم سن و سالتر از خودم یه قهوه باشون بخورم بشنوم چی میگن میدونی این این خیلی برای من چیزی نم نمیشنم خونه دوست دارم مثلا یه موقعی پاشم خیلی من داری تو تو دیدی دیگه ش... مثلا شعری. آره در سطح شهر میچرخم اوزا ببینم از این جم به اون جم از اون برم اون اینا هستن چه بیس این بیسیسی کجا بود تا حالا من خبر نداشتم سریع میرم اطلاع میدم حمزه این خیلی خفنه اصلا من ماکانو قدیم که با هم گوره تی ها که دی پرپل کابر میکردیم به همزه گفتم همزه یه یکی از ماکان پسر است که خوب میخونه فلان موافقی باشه که قراری بذاریم و فلان اینا دقیقا که دیگه بعد اومد با آلبوم ساحل تهرانم خوند بله بله این مثلا این شکلی شد یه دفعه حالا من یه سری چیزا رو میگم همزمان که این چقدر باحاله حالا هر موزیسیانه دیگه به متوج مرسی من دیگه عمید. خوام بگم که اگه تو صحبتی داری به عنوان چیزی که جو ده حرف آخر هر چی که هست بگو صحبت که همین دیگه فقط تنها چیزی که هست همین بخش حالا مستقل ما اسمشو میذاریم هر چیزی این حمایت از سمت دوستا از سمت حالا خودتون حالا کادانس که دارین این کار میکنین و... ما که حمایت نمون ما آره. که ما داریم رسانه آره. باید یه کار کارا رو بکنیم میکنیم آره. حمایت آره. یه چیزیه آره. که فرق آره. داره آره. یکم باید آره مخاطب یا مثلا دوستا میگی م... صرفا پخش دیگه یعنی مثلا آلبومی که مثلا یکی زحمت میکشه کلی بابتش و نه اسپانسری داره نه چه میدونم تریبونی داره اطلاع رسانی شدن بشنونش شاید خیلی خوب خوب باشه شاید خیلی قشنگ باشه <applause> شاید به دل خیلی ها بشینه آره این چیزی که میگی خیلی مهمه همین که میگیش باز این یه نوعی از این برقراری ارتباط است به نظرم که آقا داری می عنوانش میکنی که آقا این کار رو بکنی این تاثیر مثبت داره این خیلی چیز <applause> مهمه دیگه دیگه هرچی دیگه فکر کنم چیز خاصی حالا الان هیچ ممکنه یادم نیاد الان مثلا ممت... قطع کنیم میگم ای بابا من اینو نگفتم م... ما پس یه کار من میکنیم الان قطع میکنیم همین الان بعد اگه یادت تو ما درج دوروش هم کنیم اینم قشنگ بس بس خدا حافظ بس خدا